دوم سوال کردن که اگر سر نماز کسی که از بینی یا بدنش خون آید چی کاری را انجام دهد صادقانه این یک سوال پرپیچ و خم از نظر فقیهان و مفتیان امت اسلامی است من همیش گفتم که نشست ما در اینجا و پرسان شما جواب ما حرف ساده موضوع ساده نیست زیرا المفتی علا شفیر جهنم مفتی فقط در لب بلندی و چقوری جهنم است هرگاه به صداقت صادقانه افتا صادر میکنه وسیله نجات اوست اگر خدایی نکرده الله نکند به اساس علمی و جهل و نادانی فتوا صادر میکنه خیلی گپ خطرناکی به جهنم وارد می شود و این صوت و صدا معلمی و مانگار است که صادقانه نشر دروغ جزایش همیز که دهان و بینی و چشم داعی و مفتی دروغگوی که دروغش با افاق نشر میشه تا پشت سر شق شده و تکرار شود. لذا این بحث بحث بزرگ است مخاطبم خود را مانند گوسفند تر تکان ندیهد امیدوار استم زیرا بحث عالمی است اول است که باب و الوضو... باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين در قدم اول است که غیر از دو مسیر خاصی که همه میدانند باقی از دیگر جای بدن چیزی بیرون شود اوزو میشکند یا خیر اینجا یک بحث عالمی در میان مجتهدان امت است که اینجا جایش نیست دوم امیز که خونی که از بدن انسان از بینی بیرون می شود با لباس و بدن تماس می آیا به نماز هست یا نیست این دو تا بحث به سطح عالم دراست علمی دراست فقی و تحقیقی همه جانبه کار داره با آن هم من از مخاطبانم امیدوار هستم که موقع و مکان را بشناسند مرا خطاب به جهل نکنن امید دو موضوع عالمی را که اشاره کردم تحقیقی را که شرح و به اصطلاح بست سینه بنده گناهکار قبول کرده امیس که خون از بدن انسان ناقض اوزوی انسان هست و در این حال رساله ای که آیا خون انسان طاهر است و یا خیر من این کار جمع وری کرده ام نوشتم که تبع شده رساله است در اونجا هم ثابت کردم نظریت اکثریت و بلکه اجماع قطعی به غیر از کسایی که در اواخیر با او مخالفت میکنن مانند جناب امام شوکانی رحمت الله علیه که عالم قرن سیزدهم است در وطن ما در عالم اسلامی اما بغیر غیر از اجماع بر نجاست بودنش است لذا هرگاه که خون از بدن کسی بیرون میشه و ای دو گزینه دارد برادران و خواهران امت اسلامی یک گزینه همی است که ساده مردانه البته به زنانه حکم جدایی هست که به اونا مشکل است مردانه به وضو میره با کسی سخن نمیگه کلام نمیگه وضو میکنه میای سید از اون جایی که برفته بود از اونجا آغاز میکنه یک بس گزینه دوم که زیر نام افضل و با فضیلت هست امیس که از سر وزو میگیره و نماز کاملا از سر میخوانه این دو گزینه در نظام فقهای های امت اسلامی است امیدوار هستم که سوالشان را گرفته باشند